در اولین ساعات بامداد روز شنبه خبر ترور قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس و ابو مهدی المهندس فرمانده کتائب حزب الله عراق و جانشین هشت الشعبی به سرعت رسانه‌های جهان را در نوردید و با تایید این خبر از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران آمریکا نشان داد بیش از آنچه که تصور می‌شد از راه اندازی عملیات گروه‌های طرفدار جمهوری اسلامی در عراق برای حمله به سفارت آمریکا عصبانی بوده است. فرمان حمله هوایی به ستون خودروهای حاملان سلیمانی و ابو مهدی المهندس به طور مستقیم توسط ترامپ رئیس جمهور آمریکا صادر شد. این اقدام قاطع آمریکا نشان داد که این پندار رژیم ایران که قاسم سلیمانی فرماندهی رویین تن بوده و در حلقه های نیروهای امنیتی شدید حفاظت می شده و ترور نشدنی است گزافی بیش نبوده و ترور او برای آمریکا همیشه امکان پذیر و در دسترس بوده است. آمریکا پس از حمله به سفارتش در عراق که چند روز قبل با حمایت ایران و بنا به نوشته و اعتراف روزنامه سخنگوی رهبر جمهوری اسلامی کیهان سیلی علی خامنه ای به آمریکا بوده، به شدت سیاستمداران آمریکایی را عصبانی کرد. از این رو اکثر چهره‌های مطرح سیاست آمریکا از دونالد ترامپ خواسته اند که پاسخی مهم و محکم به سیاست‌های ایران و حامیانش که به عقیده آنان پای خود را از گلیمشان درازتر کرده اند نشان دهد، چرا که این اقدام رژیم ایران تداعی کننده خفتی بود که آمریکایی‌ها حدود 40 سال قبل با گروگانگیری طولانی مدت دیپلمات‌های خود در تهران تحمل کرده اند. این همانی خودآگاه یا ناخودآگاه رخداد اخیر با تصرف سفارتشون در تهران 1359 به شدت برای رژیم ایران گران تمام شد. رخدادی که هنوز پیشبینی عمق و عواقب این حادثه فعلا ناممکن است، اما میتوان حدس زد که شرایط ممکن است به سوی یک تصادم جدی با آمریکا و شاید با اسرائیل و چند کشور عربی همسایه ایران پیش برود. رژیم اسلامی پیش از این رویداد با خطای تاکتیکی رهبر حکومت اسلامی و سپاه قدس که حمله و در صورت امکان اشغال سفارت این کشور را سازماندهی کرده بودند، موجی از نفرت علیه اقدامات حکومت اسلامی و همدلی ملی پدید آورد و پس از آن آمریکا برگ حزب سلیمانی، مرد همکاره و صاحب نفوذ منطقه ایران را زمین زد و نظام اسلامی که خود دچار بحران‌های متعدد است، عملا خود را با بحرانی جدی‌تر از نظر سیاست منطقه‌ای و اعتبار نظامی مواجه کرد. سلیمانی که شاه مهره نظام محسوب می‌شد و در سپاه قدس که تمام سرمایه حکومت اسلامی از جنبه نفوذ منطقه‌ای و ایجاد عمق استراتژیک و ایده هلال شیعه بر پایه کاریزما و نفوذ نظامی و امنیتی او ایجاد شده بود، با کشتن او به میزان بسیار زیادی برباد رفت و بعید است پس از این جمهوری اسلامی بتواند بلند پروازی های خود را تحقق بخشد. هرچند در گرماگرم این اتفاق از رهبر تا دیگران ممکن است از انتقام حرف بزنند، اما با این اقدام آمریکا دریافتند که بازی با آمریکا به فاز نهایی و فینال خود نزدیک شده و هر اقدامی از سوی حکومت یا وابستگان نامرئیش علیه منافع آمریکا، خطر حمله آمریکا و در نهایت فروپاشی رژیم اسلامی که از نظر داخلی شرایط مناسب برای پایان بخشیدن به آن فراهم است، تسریع خواهد شد. به عبارت روشن، جمهوری اسلامی در موقعیت باخت کامل است و به طور منطقی در تسریع این روند نخواهد کوشید. هر اقدامی علیه منافع آمریکا دیوانگی خواهد بود که به نظر نمی رسد رژیم اسلامی با هر ترفند و پوششی در هر نقطه از جهان توسط عواملش هم مرتکب آن شود، چون تحمل اقدام بعدی آمریکا را نخواهد داشت. در نتیجه هر سخن انتقام جویانه ای از طرف رژیم ایران به نظر بیشتر از جنبه شعار و حفظ تعادل حداقلی در داخل برای نظام مهم است و شکل عملی آن اقدام بسیار خطرناکی خواهد بود که هزینه اش حکومت اسلامی را با نابودی مواجه خواهد کرد. این اقدام آمریکا را به طور قطع
باید حاصل اشتباه و خطای تاکتیکی رژیم اسلامی که در ماه‌های اخیر دو بار در عرصه داخلی و خارجی مرتکب آن شده دانست. خطای داخلی همان پافشاری مستبدانه خامنه‌ای و کل نظام برای افزایش 300% قیمت بنزین و سرکوب بی سابقه و خونین مردم با 1500 کشته بود که در تاریخ معاصر سرکوب اعتراض‌ها در ایران بی سابقه است. و اتفاق دوم، دستور حمله به سفارت آمریکا به طرفدارانش در عراق و به خصوص به گروه هشت شعبی بود که در همان دقایق اولیه وزیر امور خارجه آمریکا پومپئو آن را اقدامی تروریستی از سوی ایران دانست. این اقدام رژیم ایران سبب شد بالاخره تاب و تحمل آمریکا به پایان برسد و رژیم مهره اصلی و بیجانشین خود را در عراق، سوریه، لبنان، فلسطین و یمن از دست بدهد. از سوی دیگر در آمریکا قطعاً کشتن قاسم سلیمانی یک پیروزی بزرگ بود. کشتن قاسم سلیمانی یک پیروزی بزرگ در سیاست منطقه‌ای خاورمیانه آمریکا دانسته می‌شود. در همین اولین ساعات حمله هوایی به کاروان خودروهای حامل سلیمانی و المهندس و همراهانشان با استاب خبرش با خوشحالی سیاستمداران و رسانه‌های این کشور همراه بوده و از مرگ کسی سخن می‌گویند که به گفته آنان قاتل ده‌ها آمریکایی و موجب بی‌ثباتی در منطقه بوده است. تأثیر این اقدام که زیر نظر رئیس جمهور آمریکا عملی شد، بیشک در موقعیت او در کسب محبوبیت در میان آمریکایی‌ها و به ویژه در زمان انتخابات ریاست جمهوری خود را بیشتر نشان خواهد داد.